دروپای فراوان به حال روزهای بهاری برگشته و با وجود این کرونا میشه با برای مقدار آرامش داشت که از اون وضعیت بد هوا در اومدیم. امیدوارم که روزهای بهتری در اختیار در انتظار مردم ما باشه، به خصوص نجات پیدا بکنن از این رژیم و از این کرونا. به حال خبرهای ناراحت کننده هم هست برای ورزش. اولیش المپیک توکیوه که آقای توماس باخ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک اعتراف کرده که ممکنه اصلا این المپیک توکیو برگزار نشه. بعد گفته که این المپیک توکیو به سال آینده موکول شده به دلیل همین بیماری همگیر کووید 19. اما اگر در سال 2021 هم این ویروس ادامه داشته باشه همگیریش، به هر حال این مسابقات دیگه عقب نمیفته. این ضرر مالی بزرگ برای کمیته بین‌المللی المپیک، برای برگزار کننده های ژاپنی هست. توماس باخ گفته که ما نمیتونیم به طور همیشگی 3 تا 5 هزار نفر رو در استخدام خودمون نگه بداریم، تقویم ورزشی بدیم به فدراسیون ها و از همه مهمتر ورزشکاران جهان رو بلا تکلیف نگه داریم. گفتن که ژوئیه آینده تصمیم گیری برای همین مسئله است که آیا اصولاً المپیک لغو بشه. میدونید که المپیک فقط در زمان جنگ لغو شده و این واقعا یه لطمه بزرگی به ورزشکارایی هست که خودشون رو آماده کرده بودن برای این بازی های المپیک، و حالا اگر این بازی ها لغو بشه و مهمتر از همه روح المپیک، که روح المپیک میگه که متحد کردن مردمه و به هر حال این دیگه از اون کارهایی که نمیشه درباره صحبت کرد. اما چه زمانی برمیگردیم به ورزشگاهامون؟ این تیتر درشت صفحه نخست روزنامه ورزشی اکیپ روز جمعه است که میگه که تا زمانی که واکسنی برای کووید 19 پیدا نشده باید تا آغاز سال آینده هم صبر کنیم. اگرچه خب دیدیم که بوندسلیگا در ورزشگاه‌های خالی مسابقاتش آغاز کرد، ولی برای خیلی از جاها ورزشگاه‌های خالی بسیار غم‌انگیزه و بدون صدای مردم. بیماری همگیر کووید 19 و تعطیلی مکان‌های ورزشی ورزشکاران رو مجبور کرده که در آمادگی بدنی خودشون بمونن. خانم مریم توسی ورزشکار ایرانی دونده دوهای سرعت در پشت بام خانه خودش تمرین میکنه. کسی که با دوهای سرعت در ایران مشهور شد، رکوردهای ملی 100 متر، 200 متر، 400 متر رو در اختیار داره. 2 مدال طلای آسیا هم داره. اما تلویزیون فرانس انفو به این خانم ورزشکار ایرانی توجه کرده و ویدیویی از اون نشون داد که او در پشت بام خانه‌اش داره تمرین میکنه، در اونم در شهرارا، منطقه‌ای که بسیار پر جمعیت. گفته که نمیتونم به هر حال این برم بیرون، و خطاب به 150 هزار نفر که او رو در اینستاگرام دنبال میکنن گفته که به هر حال منتظر روزهای آینده باشه. اما میهمان امروز ما بهرام مودت. بهرام مودت رو همه فوتبال دوستان میشناسن، سالها دروازه‌بان تیم ملی بوده، دروازه‌بان پرسپولیس بوده، یعنی شماره یک پرسپولیس بوده، و در خیلی از رویدادها هم واقعا همراه ناصر حجازی که یادش بخیر او در درون دروازه ایران ایستاده. به هر حال بوندسلیگا میدونید که برگزار شد. در گفتگویی که من میخوام با آقای بهرام مودت داشته باشم، همینه که میپرسم که آیا این بوندسلیگا که انجام شد شما مثبت ارزیابی میکنید؟ خیلی خوش آمدید آقای مودت. بله، من سلام میکنم و تشکر که این فرصت من داده شد. از جهت اینکه خود من ورزش و به خصوص فوتبال بوندسلیگا رو در آلمان دنبال میکنم، خبر خوبی بود و شروع خوبی بود. من مثبت تلقی میکنم به چند جهت. مهمتر از همه این که نشون داد با توجه به تدابیر بهداشتی و شرایطی که هم مقررات و هم قوانین مشخص کردن، تا حدودی با ویروس کرونا تونستن مقابله بکنن. از این جهت خودش یک شروع خوبی بوده و از جهت ورزشی هم بلتر خیلی خوبه. البته بدون تماشاگر شاید اون هیجان رو نداشته باشه، ولی در مجموع من مثبت ارزیابی میکنم و امیدوارم که هرچی زودتر با تماشاچی برگزار بشه. آقای مبدات، خیلی از آلمان ها هم انتقاد کردن و گفتن که در این شرایط نباید انجام میشد.
خیلی هم به حقوقای نجومی بازیکنان انتقاد کردن. نظر شما چی؟ خب همینطور که گفتم من خودم شخصا مثبت تلقی کردم، ولی این درسته که انتقادات زیادی شده، اینکه آیا زود نبوده و تهدیدها جدی نیستن و میتونه خودش باعث گسترش ویروس کرونا بشه، این صحبت ها هست، خب طبیعی هم هست. ولی در مورد اینکه خب دستمزد ها، یک فوتبال و خیلی از رشته‌های ورزشی، ولی خب فوتبال جای خودش داره، به عنوان یک حرفه شناخته شده و بهتر بازیکنان هم با توجه به اینکه این رشته ورزشی خودش درآمدزا هست و برای باشگاه‌ها و فدراسیون‌ها مختلف در کشورهای مختلف پولساز هست، از طریق پخش خود مسابقات یا از طریق اسپانسر و از طریق تبلیغات به طبع از پس هزینه ها بر اومدن. خب به صورت کاذبش هم وجود داره، در این مسائل منفی مثبتش باید در نظر گرفت. بیشتر نگرانی منتقدین این که نکنه این ویروس گسترش پیدا بکنه و دوباره به شکل حادی مطرح بشه، و ثانیاً مسئله تست که یکی از مواد این مقررات برای شروع این مسابقات، تست ویروس کرونا بین بازیکن‌ها هست و این خودش هزینه بسیار بسیار زیادی داره، ولی باشگاه‌ها حاضر شدن که از پس این هزینه ها بر بیان. باید منتظر شد. به نظر من شروع خوبیه، همینطور که در خیلی از موارد دیگه هم در آلمان ما میبینیم که محدودیت ها تا حدودی کمتر شده، تموم نشده ولی کمتر شده. با سپاس از شما آقای بهرام مودت، برحال خواهش میکنیم که در برنامه های آینده ما باز هم شرکت بکنید، این بار درباره پرسپولیس و استقلال که مسائل جنجالی در باره اونها برحال مطرح شد با شما صحبت بکنیم. با سپاس از علی کارگردانمون و همه کسانی که این برنامه رو دنبال میکنن، روز و روزگارتون خوش.